با سقوط دست های ما. قسمت 15. بابایی وسط سالن درمانده ایستاده بود. کاش می توانستم بغلش کنم. کاش می توانستم مرهم این زخم دست نشانده بهزاد شوم. بابایی گفته بود وسایلم را جمع کنم. هر تکه که داخل کولم جای می دادم، انگار قسمتی از قلبم را می کندم. از او، از خاطراتش، از این خانه. انقدر غرق ماتم بود که اشکهای من به چشم نمی آمد. بیتا با مظلومیت کنارم نشسته بود و تماشایم می کرد. اشکم را پاک کردم و صورتش را بوسیدم با یک لبخند دفرمه مصنوعی. کاش می توانستم به ساختمان انتهای باغ بروم. کاش می توانستم این دم آخر به کبوترهایش بسپارمش. اما خیلی وقت بود که بابایی منتظرم بود. با هزار جان کندن پایین رفتم. حاج خانوم بابایی را بغل کرده بود و سر بر سینه او می گریست و ناله سر می داد. تو که بری این خونه دیگه مرد نداره مادر. بهناز و عمه بهی بی صدا عشق می ریختند و بابایی سر بالا می گرفت که عشقهایش را به چشمهایش پس دهد. راه رفتنی رو بالاخره باید رفت مادر من. بالاخره ما هم خونه زندگی داریم. اون ور دنیام که نمیرم، کلن نیم ساعت راهه. اراده کنی هر لحظه بس دست بوسید میرسم. حاج خانوم سر از سینه بابایی برداشت و سر بابایی را با دو دست گرفت و پایین آورد تا قدش به پیشانی پسرش برسد. بوسه ای مادرانه بر آنجا نشاند. زنده باشی شیر مرد من، خدا ازت راضی باشه. صدای دینگ دینگ ساعت ایستاده قدیمی شمات دار گوشه سالن انگار فریاد می زد کافیست زودترین خانه را ترک کنید. لحظات آخر خداحافظی چشمهای عمه بهی بی آن که از زبانش کمک بگیرد بار دیگر بر من نهیب زد. هوای خانه من خشک بود، آنقدر که گلویم به خسخس افتاده بود. شاید هم این بغض بابایی حیات را از این چهار دیواری گرفته بود. می دانستم تلافی ظلم دیگران را همیشه سر دل خودش خالی می کند. نگرانش بودم. وقتی بی صدا به اتاقش رفت و در را پشت سرش هل داد، پاورچین پشت در رفتم و از شیار باری که بین در نیمه باز و دیوار به تماشای مردی نشستم که لبه تخت دو نفرهش پشت به من نشسته بود. چقدر شانه هایش تکیده شده بود. با دو دست پارچه آبی را روی صورتش فشرد و دقایق طولانی به همان صورت نگاه داشت. خوب که دقت کردم عطر فروغ عزیزم شال آبیش را به من معرفی کرد و من همیشه دلم میخواست بنویسم. این تنها صدا نیست که میماند، عطرها، امان از عطرها که یک جور عجیبی در یک جای ناشناخته حافظه سالیان سال ماندگار میشوند، قرص و محکم. و هر لحظه با هر تلنگر چنان در مشامت می پیچد که دلت می خواهد تمام عطر آن فضا را یک جا ببلعی. پشت هر آدمی یک داستانی است، این درست، ولی همراه هر آدم یک عطر خاص همان آدم وجود دارد که گاه قابلیت به جنون کشیدنت را پیدا می کند. چانه ام از شدت بغض لرزید. او بی صدا در اتاق می گریست تا مرا نرنجاند و من زانوانم شل شد و به دیوار تکیه زدم و سر خوردم روی زمین. من هم بی صدا باریدم. بی صدا مثل هر سال گرد فروغ که برای دل هم دیگر تمام روز هزار بهانه پیدا می کردیم تا از هم نگاه بدزدیم. از بهزاد برای حال امشب بابایی دلخور بودم. انقدر که برای چند ثانیه حتی کوتاه تصمیم گرفتم نخواهمش. صدای زنگ خانه حکم ایست می شود برای عشقهای من.
سریع از جایم بلند شدم و اشکهایم را پاک کردم و به سالن رفتم. بابایی هم چند ثانیه بعد آمد. تصویری که در قاب کوچک آیفون خانه می دیدم باور نکردنی ترین تصویر آن لحظه بود. چند قدم عقب رفتم. این قلب زبان نفهمم باز ذوق مرگ شده است. بابایی بعد از کمی مکس گوشی را برداشت. بله، چشمهایم را بستم. خدا جونم، بیشتر از این منو از انتخابم پشیمون نکن. بیا بالا. بالا بیاید؟ گفت بالا بیاید. بهزاد، نیمه شب اینجا چه میخواست؟ برای دعوا آمده بود؟ تصورش هم رعشه بر پیکر نحیفم انداخت. بابایی در آپارتمان را گشود و بعد خودش به سالن برگشت و کلافه روی کاناپه تک نفره نشست. آرنج هایش را به زانوانش تکیه داده بود و سرش را میان دست هایش نگه داشته بود. دقیقا مثل مجسمه آزادی شده بودم. بی حرکت وسط خانه، تنها یک مشعل کم داشتم. صدای باز شدن درب آسانسور و بعد نوای یا الله گفتنش. بابایی تکان نخورد، حتی سرش را بالا نیاورد. بهزادی که می دیدم خودش نبود. یک پسر بچه سرشکسته مفلوک بود که برای رفع اشتباهاتش آمده بود. سلامم را با سر پاسخ داد و عمیق و غمزده به بابایی چشم دوخت. بهادر. جوابی که نشنید التماس در صدایش رخنه کرد. داداش منو نگاه کن. بابایی باز هم نگاهش نکرد. حس کردم باید آنجا را ترک کنم، از اینکه مقابل من شرم کند. شرم داشتم. قصد ترک کردن سالن را که داشتم، صدایش مانع شد. شیدا، شیدا می شدم. این را کی می خواست بفهمد؟ که هر بار مرا تا این حد شیدا صدا می کند که فراموش کنم می خواستم نخواهمش. با صدای لرزان بله گفتم. نرو وایسا، من اون حرف رو وقتی زدم که تو هم بودی. من مادر تو فقط یک بار دیدم، ولی میدونم زن خوبی بوده. من عصبی بودم، ببخشید. سرم را پایین انداختم. هر وقت کسی از من معذرت خواهی میکرد، اینقدر خجالت میکشیدم که فکر میکردم مجرم تمام جرمهای دنیا منم. چند قدم جلو رفت، دقیقا مقابل بابایی. تو که منو میشناسی، میدونی خون به مغزم نرسه، عصبی بشم، نمیفهمم چی میگم. بابایی یک هو از جاش برخاست. نوک انگشت اشارش رو به سینه بهزاد فشرد. هر چیزی جز در مورد همسرم. دفعه بعد قول نمیدم. بهزاد میان حرفش پرید. دفعه بعدی وجود نداره. قول. خواست بابایی را بغل کند که بابایی امتناع کرد. کف دستش را روی سرش به حالت استیصال چرخاند. اگر حتی من رو نبخشی، باید امشب تحملم کنی. امشب نمیرم اون خونه، چون برم دیوونه میشم. میخوام اینجا بمونم پیش تو، میشه؟ قلبم دوباره عصیان کرد. بابایی در حالی که سمت اتاق خواب میرفت گفت: دوتا اتاق خواب بیشتر نداریم. اگه روی کاناپه خوابت میبره، آره میشه. ذوق زده چشمکی به من زد. بابایی قبل از اینکه درب اتاقش را ببندد رو به من گفت: تا 5 دقیقه دیگه خاموشی میزنی و میخوابی. شب بخیر. زیر لب چشم گفتم، اما دلم برای بهزاد میسوخت. 5 دقیقه فرصت داشتم نجاتش دهم. سمت کمد دیواری اتاق خوابم دویدم. دو تشک سنگین دست دوز ساتن مغز پسته ای فروغ را به زحمت طوری بلند کردم که خودم حس قوی ترین زن جهان را داشتم. وسط سالن با دیدن من سری کمکم کرد. تشک ها را روی هم پهن کردیم. رو مبل می خوابیدم. دوباره سمت اتاق رفتم و گفتم: الان پتو و بالش برات میارم. دوتا بیار سفتم باشه. اطاعت کردم و حس می کردم یک موفقیت بزرگ کسب کردم.
کاپشنش را درآورد و با همان تیشرت جذب مشکی و جین خوشپوششش زیر لحاف خزید. خیلی خوبه مورچه، دست تشکر. بدو که الان حکومت نظامی شروع میشه. فاتحانه لبخند زدم و به اتاقم رفتم. نفس عمیقی کشیدم. امشب عزیزترین مهمان عمرم در خانه کوچک ما درست در چند قدمی هم نفس می کشد و مگر راحت تر از این خواب هم داشتیم. من که با فکر تو بی خوابم عزیز، نوش جانت خواب راحت، شب بخیر. انگار بالش و پتویم مرا محکم و مادرانه آن شب در آغوش گرفتند. خونکا و لطافت ملحفه سپید پتو مثل یک نوازش دلچسب بود. نفسهای عمیقم تمام شدنی نبودند و خیال داشتم تمام هوای این خانه که امشب میزبان نفسهای توست را در سینه خودم محبوس کنم. دقایق و شاید هم ساعات زیادی طول کشید تا توانستم از شدت ذوق پلک بر هم بگذارم. صبح با صدای زندگی در خانه بیدار شدم. بابایی و بهزاد مشغول تکاپو و صحبت بودند. با یادآوری حضورش در خانه با یک شور وصف ناشدنی از جایم پریدم. آینه قدی روی کمدم امروز چرا با من لج کرده بود؟ هر کار می کردم نه چهره ام، نه موهایم، نه صورتم را زیبا نشان می داد. خسته شده بودم از تلاش بی نتیجه که بالاخره یک تیشرت و شلوار توسی صورتی با موهای دم اسبی راضیم کرد. اما وقتی برگشتم و با یک کوه لباس مچاله روی تخت و کف زمین مواجه شدم، تازه به خودم آمدم. بابایی از بی نظمی و نامرتب بودن عصبانی می شد. اما من اینقدر هول بودم که اصلا نفهمیدم که اتاقم را به این روز درآوردم. خم شدم و با تمام قدرت لباسها را زیر تخت فشردم و جای دادم و رو تختی را طوری مرتب کردم که حسابی آثار جرم را بپوشاند. قصد ترک اتاق را داشتم که یهو یادم آمد باید خوشبو باشم. اسپری را برداشتم و سر تا پایم را با آن دوش گرفتم. برای آخرین بار خودم را در آینه چک کردم. ابروهایم را کمی بالا دادم و بالاخره از اتاق خارج شدم. بابایی و بهزاد در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بودند. بوی نان داغ و دارچین حسابی اشتهایم را قلقلک می داد. بهزاد با لبخند جواب صبح بخیرم را داد و بابایی اشاره کرد روی صندلی کناریش بنشینم. صبحت بخیر بابا، بیا اینجا بشین. بهزاد حلیم گرفته بود. حلیم صبحانه مورد علاقه ام. با ذوق گفتم آخ جون. بابایی در حالی که در کاسه ای برایم حلیم میریخ گفت البته توقع داشتم با قابلمه کله پاچه بیاد. شانس آوردی شیدا، این موجود مقام اول کله خوردن دنیا رو داره. با صدای بلند خندید، کله شتر مخصوصا. سرخ شدم و بابایی چشم تنگ کرد. بهزاد تو کل خر بیشتر بهت میاد خورده باشی، دستت درد نکنه داداش. حالا هی چوب کاری کن. با اشتها مشغول خوردن شده بودم. بابایی چای برای هر دوی من ریخت. چای را نگاهی کرد و زیر لب گفت پر رنگ نیست؟ نجمه اینجا نداریم، بسش گرگر کنیا. آهی کشید و گفت تو دبی هم نجمه ندارم. بابایی با لحن جدی تری ادامه داد تو اونجا رو دوست نداری بهزاد، تو فقط رفتی چون نتونستی اروپا اقامت بگیری. تو اونجا رفتی که آقام اینجا کنترلت نکنه و دور باشی. جرعه چای نوشید و انگار کمی سوخت و استکان را روی میز گذاشت. حالا دیگه بس این حرفا دیره. من اونجا یک زندگی ساختم، همه چیزم اونجاست. تا کی بهزاد؟ نمیدونم. تصمیمت با این دختر چیه؟ حلیم در گلویم به یک تکه آسفالت تبدیل شد.
خدایا یک روز بدون اسم و حرف این صدف قرار نبود برای من بگذرد. بهزاد شانه‌ای بالا انداخت و باز همان کلمه نمیدانم را تکرار کرد. بابایی کلافه شده بود و این در صدایش آشکار بود. نسبت به کسی که به خودت وابستهش کردی حق نداری بی تفاوت باشی. بهادر، من الان به تنها چیزی که فکر نمی کنم صدفه. بمب شادی در قلبم منفجر شد. اتفاقا اگه به اون و به زندگیت فکر کنی دیگه انقدر حرص این ارث کوفتی رو نمی خوری. بهزاد با حالت عصبی استکان را در دستش فشرد. اون حق ماست. این حق رو کسی ازت نگرفته. قبول کن. آقا با اون شرط میخواسته ما در کنار هم و پیش حاج خانم باشیم. مسخره است. از دید تو آره، ولی از نگاه پدری که پسرش برخلاف میلش ازدواج کرد و تردش کرد نه. پدری که همه عمرش گفت بهزاد این کارو بکن و در آخر بهزادش گذاشت و رفت و برخلاف همه قوانین خاندان رفتار کرد نه. پدری که بهروخش فقط سالی یک بار، اونم چند هفته، به سختی میتونست کنار خانوادش باشد نه. پدری که دامادش سرش کلاه گذاشت و بهنازش رو فقط به خاطر مال پدرش میخواد و هر لحظه ممکنه این دختر به خاطر اون شوهر قید خانواده و مادر و پدر را بزنه نه. بهزاد چایش را یک نفس نوشید و استکان را تقریبا روی میز کوبید. من اینجا موندنی نیستم. همون دیشب ماشین رو معامله کردم. میرم ارثم نوش جان محسن و بقیه. نه انگار این روزها دنیا با من سر جنگ داشت. چه فرق داشت برود یا برای صدف باشد؟ همین که سهم چشمهای من نبود، همین که جای فرسنگ ها دورتر از من قلبش می تپید، برای من خود مرگ بود. گاهی آدم می ماند بین بودن و نماندن. برفتن که فکر می کنی اتفاقی می افتد که منصرف می شوی، می خواهی بمانی، رفتاری می بینی که انگار باید بروی و این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است. به این چند ساعت از نبشته سیمین دانشور عزیز دقایق طولانی خیره شدم. آنقدر که نور صفحه گوشیم چشمهایم را آزرد. کرکره چشمهایم را پایین کشیدم. آه، من رفتن را بلد نیستم. من رفتن از این گودال خواستن و نخواست شدن را بلد نیستم. حالا که در مقابل من دقایق طولانی با صدفش مشغول گپ و گفتگو هست، هم رفتن را بلد نیستم. بیشتر داخل کاناپه فرو رفت و گوشی را بین شانه و سرش نگاه داشت و مشغول پوست کندن پرتقال شد. بابایی جمعه ها هم دست از مطالعه نمی کشید و حتی جلوی تلویزیون هم کتاب می خواند. بالاخره به آن تماس لعنتی پایان بخشید و با یک لبخند که تا مرز جنون مرا عصبی کرد گفت: بچه تو درس و مشق نداری امروز؟ دست خودم نبود. انگار دلم میخواست دق و دلیم را یک جا بر سرش آوار کنم. بی اختیار دهن کجی کردم و شانس آوردم بابایی ندید. اخم در هم کشید و پرتقال بزرگی را سمتم پرتاب کرد. جا خالی دادم. بابایی عینکش را درآورد و جدی گفت: بهزاد اذیتش نکن. بعد دستش را دور گردنم حلقه کرد و کنار گوشم را بوسید. مثل بچگیم خودم را دوست کردم، اما با تذکرش یک هو تمام حسم متلاشی شد. بابا جان پاشو برو یک جمع بندی کن، این ماه آخر کلاس های رفع اشکال بسد مفید باشه. نمیدانست این روزها درس خواندن برایم محال ترین محالات شده است. با بیمیلی بلند شدم که این بار نوبت بهزاد بود که ادا در بیاورد. سرم را پایین انداختم و سمت اتاقم رفتم که زنگ خانه به صدا درآمد و بابایی از من خواست در را باز کنم.
در را که گشودم حس کردم خانوم نجمی قرار بوده است به یک مجلس عروسی برود و در خانه ما را اشتباه زده است. اما کاسه آش در سینی سیلبر را که در دستش دیدم قصدش را متوجه شدم. غرق زیورآلات و مواد آرایشی بود. یک گل صورتی بزرگ کنار موهایش هم اصلا با سنش همخوانی نداشت. سلام قربونت برم. آش هوس کرده بودم. گفتم واسه شما هم بیارم. خوبی؟ بابا خوبه؟ لبخندی زدم و با تشکر سینی را گرفتم. از لای در سرش را کمی چرخان تا داخل خانه را دید بزند. تنهایی شیدا جون؟ نمیخواستم دروغ بگم. دوست هم نداشتم جواب بدم. سعی کردم بحث را عوض کنم. سینی را بالا آوردم و آش را بو کشیدم. چه بوی خوبی داره. خیلی لطف کردید. آرام به شانم زد. نوش جونت دخترم. بدو بدو برو کاسه رو بشور بیار منتظرم. با حرص داخل آمدم و در را نیمه باز رها کردم. همین که چند قدم رفتم در را باز کرد و کمی داخل آمد و هیکل درشتش را داخل راه رو جای داد. واقعا از این کارش خوشم نمی آمد. با عشوه خندید. سردم می شد بیرون. خواستم بگویم تو با وجود آن همه لایه چربی اصلا سرما را حس می کنی؟ بابایی که صدایم زد سریع از راه رو خودم را به سالن رساندم. اصلا تصور نمی کردم پشت سرم به سمت سالن راه بیفتد. بابایی بیچاره که تیشرت و شلوار خانگی به تن داشت متعجب و شرم زده فقط نگاه می کرد. بهزاد هم در سکوت تماشاچی خوبی بود. ایوا سلام، خونه اید جناب بهمنش؟ من فکر کردم شیدا جون تنهاست. گفتم بیام یکم از تنهایی درش بیارم. بهزاد هم با حرکت سر و صدای آهسته جواب سلامش را داد. با عصبانیت سمت آشپزخانه رفتم و کاسه را در یک قابلمه خالی کردم. بابایی که مشخص بود حسابی معذب است باز هم با متانت تشکر کرد. کاسه را شستم و سریع برگشتم. بهزاد لم داده بود و یک خنده بدجنس گوشه لب داشت. سینی را سریع جلوی خانم نجمی گرفتم. بفرمایید دست شما درد نکند. سینی را با ناز و کرشمه گرفت و تکانی به موهای زرد و طلایی‌اش داد. کاری نکردم دخترم. چقدر این تلفظ دخترم از زبان او برایم نچسب بود. در رو ببندم یا تشریف میبرید؟ خودم از شدت برخوردم متعجب بودم ولی تحمل این زن برایم سخت شده بود. میدانستم بابایی در وضعیت بدی است و میخواستم نجاتش بدهم. اما بابایی چشم قره‌ای به من رفت و رو به خانم نجمی گفت یک چای در خدمتتون باشیم. دوباره کیلو کیلو عشوه خرج کرد. نه مزاحم نمیشم. مهمون هم داشتید. بد موقع است. غریبه نیست، برادرمه. پشت چشمی نازک کرد و زیر لب گفت ماشاءالله مثل خودتون. یک هو لب گاز گرفت. بابایی سرخ شد و بمب خنده بهزاد ترکید. وقتی که رفت بهزاد کف زمین نشسته بود و دلش را گرفته بود و با صدای بلند میخندید. بابایی هرس میخورد و من هم از شدت خنده بهزاد خندم گرفته بود. میان خنده گفت این بالون رو از کجا آوردی خدایی بهادر؟ بابایی اخم کرد. زشت بهزاد، اینجور یکی رو مسخره نکن. بهزاد چشمکی به من زد و گفت میبینی شیدا؟ رو خانوم تعصب هم دارن. وای اگه حاج خانوم اینو ببینه. بابایی بالا سر بهزاد رفت و لگد آرومی به پهلویش زد. مرتیکه جلف، پاشو خودتو جمع کن. اینقدر چرت و پرت نگو. جون تو بهادر، این خیلی عاشق بود. با چشمهاش داشت قورتت میداد. دیگه تاب نیاوردم و بلند خندیدم. بابایی هم تسلیم شد. کنار بهزاد نشست و خندید. بهزاد به شانه بابایی مشتی زد و گفت تلسم عشق ریخته تو اون آش آورده. به نظرم نخور. همه رو منو شیدا میخوریم. بابایی با همان خنده جذابش گفت اون وقت تو تلسم رو بخوری و عاشقشی بیفایده است ها. اون فقط منو میخواد.
بعد شکست عشقی میخوری. بهزاد قهقه زد. ندیدی چجور به منم گفت ماشاءالله خیلی از تو جوانتر و جذابترم. با اخم و خنده گفتم وای تو رو خدا، بلا به دور، من نمیذارم هیچ کدومتون توی تورش بیفتیم. خندیدیم و خندیدیم، صدف فراموش شد، رفتن بهزاد از ذهنم دور شد. قرار بود عصر جمعه سر مزار آقا بزرگ برویم، اما بابایی برای آمدن به بهزاد اصلا اصرار نکرد و وقتی آماده شدیم فقط در جواب سوال بهزاد که میخواست بداند عازم کجا هستیم گفت میریم سر خاک آقا، خیلی دیره واسه سر زدن بهش، ولی نمیخوام این هم اینقدر دیر شه که بعدن فقط حسرتش واسم بمونه. مکس کرد و با یک لحن آرام پرسید میای؟ بهزاد به عادت همیشهش کف دستش را کلافه روی سرش کشید و نفسش را در دهانش جمع کرد و یک هو با صدا بیرونش داد. نمیخوام تنش رو تو گور بلرزونم، من نباشم راحت تره، اصلا بچه ناخلف نباشه بهتره. بابایی درمانده سری تکان داد و گفت تو را از همه ما بیشتر دوست داشت، واسه همین روی تو حساس تر بود. پایان قسمت 15.